می‌زندنش آلیس در حقیقت حق اگر حق است می‌زندنش آلیس دل گردم و آرگاد از آلیگیرات شافع نفس گر آیه ادب می‌دوند مردم می‌دوند دلش علیز بی علی هرگز نشاید دم زدین داری زدن کل ایمان را کسی دارد که ایمانم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد صلى الله عليه وآله ولعنة الله على أعدائهم أجمعين خدمت همه شما بینندگان سلام عرض میکنم. امیدوارم در هر کجا هستید موفق و معید و پیروز باشید با یکی دیگر از سلسله برنامه های دریغ از یک جواب در خدمت شما هستیم ما بعد از این همه مدت که بر برنامه رو بر داریم پخش میکنیم همچنان دنبال یه جواب منطقی میگردیم که ارزش خوندنش رو اینجا داشته باشه اما متاسفانه رفقا دارن دستبندی میکنن برخی از جوابهایی که خوندنش خالی از لطف نیست که برای شما بخونیم بدونید مولوی های اهل تسنن تمام تلاششون رو که میکنن و میخوان جواب بدن چی میگن اصلا نیازی به رد کردن نداره هر شخصی با هر سن و سالی اگر یه ذره دقت کنه توی جواب خندش میگیره برخی که خب بله زبان تهمت و توهین و اینها بوده از قدیم الان هم هست که اونها شعن شما بینندگان نیست که اینها رو بیایم بیان کنیم برخی هم که میخوان دلیل بیارن بر حقانیت مکتب تسنن یه هایی رو میزنن که انسان واقعا تعجب میکنه مثلا یکی از آقایون اومد بر ما جواب داد دلیل بر حقانیت مثلا مکتب تسنن رو یه صحبتی هم با ایشون بود ایشون حرفش این بود که آقا ما مکتب اهل بیت رو کنار نگذاشتیم ما علاقه داریم به اینها اما از صحابه پیروی میکنیم به چه دلیل به دلیل وجود حدیث صحیح در صحیح بخاری در صحیح مسلم در مسند احمد گفتم واقعی که نشد که آدم دلیل بر حقانیت خودش رو چیزی بداند که خودش نقل کرده شما اگر واقعا فکر میکنید به حق هستید یه مدرک رو باید ارائه کنید که همه مسلمان ها قبول دارن نه اینکه شما میگید آقا ما به حقیم به چه دلیل چون صحیح بخاری گفته صحیح بخاری کی گفته درسته گیر میکنه شما باید یک منبعی رو یک حدیثی رو نقل کنید و دلیل بر حقانیت خودتون بدانید که این حدیث صحیح باشد به نظر شیعه و سنی لذا ما الان اعلام میکنیم از همه بیننده هم درخواست میکنیم اگر یک حدیث صحیح که هم شیعه قبول داشته باشه و صحیح بداند نه در کتاب های شیعه باشه این دقت کنید بعضی برای فریب شما مردم میان کتاب شیعه رو باز میکنن گاهی جلو دوربینم میارن میگن آقا فلان حدیث ببینید در کتاب اصول کافی شیعه ها هست پس به این دلیل ابوبکر و عمر به حقن اما اینقدر متوجه نیستن اصول کافی استبصار سایر کتاب های تشیع به طور کامل صحیح نیست هیچ عالم شیعی نگفته که اصول کافی همش درسته هیچ عالم شیعی نگفته همه روایات موجود در کتاب بهار الانوار درسته چطور علمای شیعه میگن ما تک تک احادیث رو کار سندی میکنیم یعنی حدیث رو یک به یک نگاه میکنیم اگر راوی راستگو بود قبول میکنیم اگر دروغگو بود حدیث رو کنار میگذاریم گرچه در اصول کافی باشه لذا میان شما رو فریب میدن یه چنین احادیثی که ما شیعه ها اصلا قبول نداریم ولو تو کتاب های ما هست بالاخره جعل حدیث و دروغ بستن به پیغمبر اونقدر وسیعی بوده که در کتب اسلامی پخ شده در کتب سنی بیشتر در کتب شیعه کمتر ولی کار رجالی کار سندی رو به خاطر همین انجام میدن تک تک راویا رو بررسی میکنن فلانی از فلانی از فلانی از فلانی, فلانی، همه رو نگاه میکنن ببینن آیا اینا راستگو بودن یا نه حالا من اینو عرض میکنم اگر واقعا کسی حدیثی بیاورد صحیح در نزد شیعه و سنی که چی که این حدیث اشاره کند به این که بعد از پیغمبر اکرم خلیفه ابوبکر است و عمر است و عثمان بنده اعلام میکنم و همینجا دست از تشیع برمیدارم و میام مقابل دوربین و به همه اعلام میکنم به دلیل وجود این حدیث صحیح در کتاب شیعیان من هم شدم سنی و دست از شیعه برداشتم که نخواهد بود وجود نخواهد داشت یعنی حدیثی که همه مسلمان ها قبول کنند هم شیعه و هم سنی دلیل بر حقانیت ابوبکر و عمر و عثمان وجود نداره لذا ما از این جهت است که میایم مطالبی رو بیان میکنیم خیلی از احادیثی که ما اینجا از کتب شما سنی ها میخونیم قبول نداریم اصلا ما برای کتاب صحیح بخاری و مسلم ارزشی قائل نیستیم این کتاب ها رو قبول نداریم اما علتی که میاریم اینجا و احادیث رو از این کتاب ها میخونیم به خاطر که شماها قبول دارید شماها بخاری و مسلم رو سرتون میگذارید شماها کتاب های بزرگانتون رو سرتون میگذارید اعتبار داره برای شماها لذا میگیم شماها که این کتاب ها براتون معتبره مطالبی به نفع ما تشیع در این کتاب ها هست که اینها رو که دیگه نمیتونید انکار کنید از این جهت است که ما دقت داشته باشید دنبال این هستیم که حق و حقیقت روشن بشه هیچ بحث اختلاف افکنی هم نیست به کسی هم توهین نمی کنیم اگر مطلبی رو هم میاریم اینجا و میخونیم به خاطر این است که شما بیشتر تحقیق کنید یه مطلبی رو که من اخیرا در یکی از کتاب های معتبر اهل تسنن دیدم خیلی هم عجیبه واقعا این رو برای کسایی میگم که خیلی ارادت به عمر بن الخطاب دارن من هیچ اظهار نظر نمی کنم. من هیچ تحلیل نمی کنم فقط حدیث رو برای شما میخونم شما خودتون ببینید کسی که چنین کاری با پیغمبر میکنه کسی که اینقدر برای رسول اکرم احترام قائل نیست آلا آیا لیاقت داره که به عنوان رهبر مسلمان ها انتخاب بشه و از او پیروی کنید کتابی است به نام تاریخ المدینه مربوط به ابن شبه از بزرگان اهل تسنن است و جزء متقدمین از اون قدیمی هاست تاریخ المدینه المنوره ایشون در این کتاب جلد دو صفحه 596 وفد و بنی نمیر یا وفد و بنی نمیر به اختلاف قرائت ایشون یک جریانی نقل کرده خیلی عجیب خوب دقت کنید یه شخصی است به نام شریح ای در زمان پیغمبر اومد خدمت رسول اکرم چون حدیث طولانی من خلاصش عرض میکنم بلا اونایی که کتاب در دستشون هست برن نگاه کنند اومد پیش پیغمبر و پیغمبر اکرم ای رو به عنوان مثلا حالا حاکم یا امیر یا هر چی بر قوم خودش این رو نصب کرد فرمود جناب شریح شما نماینده من هستی و امیر بر این قوم خودت خب پیغمبر از دنیا رفت و این شریح همچنان امیر بود بر قوم خودش در زمان ابو امیر بود اما آمد یه حکم امارتش در زمان عمر ابن خطاب، یعنی همون حکمی که پیغمبر اکرم نامه‌ای که پیغمبر نوشته بودن براش به عنوان نصب این شخص به عنوان مثلا حالا فرماندار یا شهردار یا هر چی اومد این نامه رو داد دست خلیفه دوم به چه بهانه به چه عنوان که آقا من در زمان پیغمبر و در زمان ابو بکر به عنوان مثلا امیر یا شهردار یا فرماندار استاندار قوم خودم منصوب بودم تو هم بیا اینو تایید کن یعنی در زمان تو هم من, من منصوب باشم حالا دقت کنید ولم یزل شریح عامل رسول الله پیوسته شریح ارز کنم که همه کاره پیغمبر بود علا قومه در قوم خودش و عامل ابی بکر یعنی از طرف ابو بکر هم منصوب شده بود یعنی ابو بکر هم اون نوشته پیغمبر رو بهش احترام گذاشته بود و این رو نگه داشته بود خوب دقت کنید فلما قام عمر وقتی که عمر به خلافت رسید عطاه به کتاب رسول الله ای آقای شریح نوشته پیغمبر رو صلی الله علیه و آله و سلم آورد داد به عمر فاخذه خوب دقت کنید عمر این نوشته پیغمبر رو گرفت او تحت قدمه نعوذ بالله نوشته رو گذاشت زیر پاش و قال الله گفت نه خیر من تو رو به عنوان امیری به عنوان مثلا فرمانداری این قوم خودت انتخاب نمی کنم قبول ندارم ما هو الا ملک ان صرفه این بحث بحث حکومتی است و من تشخیصم اینه یه چنین شخصی که به نوشته پیغمبر توهین میکنه خیلی عجیبه واقعا واقعا انسان باید بشینه و بر مظلومیت پیغمبر اشک بریزه چه کسانی دور و پیغمبر بودن کیا بعد از پیغمبر امور رو به دست گرفتن آی مردم چرا بیدار نمیشید چرا سرتون رو زیر برف کردید و نمیفهمید اینها احادیث که در کتاب سنی آمده اینقدر ما گفتیم و گفتیم و گفتیم علما گفتند چرا بیدار نمیشید آیا نیست مگر تعصب به ای افراد کسی که میاد نوشته پیغمبر رو میذاره زیر پاش میگه من این حرف قبول ندارم این رو شما خلیفه پیغمبر میدونید این رو شما مؤمن میدونید اصلا این رو شما مسلمان میدونید این هاست در کتب تاریخی ما چنین حرف از خلیفه دوم در جای دیگه مشابهش از خلیفه اول در جای دیگه از خلیفه سوم و از برخی از صحابه شنیدیم که حاضر نیستیم به اینها اقتدا کنیم ما میگیم آقا باید پیروی از اهل بیت کرد اهل بیتی که حتی یک لحظه به پیغمبر اکرم بی اعتنای و بی نکردن اهل بیتی که حتی یک لحظه از دستورات پیغمبر ارد کنم سرپیچی نکردن اینا لیاقت پیروی دارند یا افرادی مثل عمر ابن الخطاب که نوشته پیغمبر رو حکم پیغمبر رو زیر پا میگذاره این رو برید از علماتون بپرسید ببینید که واقعا چنین اتفاقی که در تاریخ افتاده آیا این دلیل است بر اینکه عمر لیاقت رهبری داره عمر و ابوبکر و عثمان و سایر صحابه ای که هم پیمان اینها بودن لیاقت دارن که اینها به عنوان رهبر دینی به عنوان مرجع دینی برای شما مطرح باشند اهل بیت پیغمبر رو رها کردید پیروی از اینها میکنید این در دست برای ما مسلمان ها که این منابع هست اینها تو کتاب ها وجود داره ولی به شما ها نمیگن این واقعیت ها هنوز پاک نشده ولی به شما ها خبردار خبر نمی لذا شما را در جهل قرار دادن و البته از جهل شما سوء استفاده میکنن اگه شما آگاه باشید که به از اینا پیروی نمی اگه شما بدانید که در طول تاریخ اینها چه ظلم های پیغمبر کردن که دیگه از اینا پیروی نمیکنید طبیعتا دکان این افراد دکان دکان علمایتون دکان مولویاتون میشه کساد دنیاشون صدمه میبینه پس بهتر است برای مولوی ها که شماها در جهل باشید اما همینجا من اعلام کردم مکررم اعلام میکنم به فضل خدا و لطف پیغمبر اکرم و انایات اهل بیت اسمت و تهارت آنچرا که مولوی ها به شما نمیگن به حول قوه الهی ما خواهیم گفت دیگه برای شما ها هیچ عذری باقی نخواهد ماند که ما خبر نداشتیم و نمیدانستیم امیدواریم خداوند متعال توفیق عمل به همه ما عنایت بفرماید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته